سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما دوستان عزیزی که توی این برنامه همراه ما هستید. هومن سیدی فعالیت هنریش رو از سال 73 و با عناوین مختلفی مثل فیلمنامه نویسی، تدوینگری، بازیگری و کارگردانی شروع کرده و تا به حال تو فیلم‌ها و سریال‌های زیادی نقش داشته. اکثر ما هومن سیدی رو بیشتر به عنوان بازیگر میشناسیم، مخصوصا نقش پیمان در سریال پرطرفدار عاشقانه. با کی حرف می‌زدی؟ به تو چی؟ بی‌تربیت نمی‌گیرم تو. کی اون روزو این همه شب الان همه چی بحرانیه. نقش فرعی که اصلا قرار نبود دیده بشه، ولی نقش آفرینی جذاب و خاص هومن سیدی کاراکتر پیمان رو تبدیل به یکی از مهره‌های اصلی این سریال کرد که حتی بعد از گذشت چند سال از پخشش همچنان تیک کلام‌های پیمان تو صفحه‌های مجازی دیده میشه. الو سارا جون، اجازه میدی که من از اتاق عمل اومدم بیرون بهت زنگ بزنم؟ اما در واقع هومن سیدی علاوه بر بازیگری کارگردان مطرحی هم هست و با آثار متفاوتش همیشه در صدر جدول بوده. این روزها هم با آخرین اثرش سریال قورباغه که هنوز پخش نشده مورد توجه زیادی قرار گرفته که در ادامه ویدیو در مورد اونم توضیحاتی خواهیم داد. امروز تو این برنامه قصد داریم نگاهی بندازیم به زندگی نامه هومن سیدی و مسیری که تا به امروز طی کرده تا به این حجم از محبوبیت رسیده. قبل از ادامه ویدیو اگه تازه به کانال ما پیوستید دکمه سابسکرایب رو بزنید و میتونید با نوشتن عنوان مورد علاقه خودتون در قسمت کامنت ها موضوع برنامه بعدی ما رو شما تعیین کنید. هومن سیدی تاریخ 8 آذر 1359 در شهر رش توی خانواده 6 نفره به دنیا اومده و دو برادر و یه خواهر داره. پدرش کارمند و بازنشسته بانک کشاورزیه و مادرش نظامی و بازنشسته نیروی دریاییه. بچه یا مشکل تو رو داشتم. یعنی با دست چپ می نوشتی؟ نه آقا، چپ چیه؟ منم میگم ریزه میزه بودم، همجوری سفید مفید بودم، مؤدب بودم. هومن سیدی بعد از گذروندن دوره متوسطه و گرفتن دیپلم گرافیک وارد کلاس‌های انجمن سینمای جوانان رش شد و فعالیت هنریش رو با ساخت فیلم‌های کوتاه شروع کرد. از همون اول علاقه به ساخت فیلم و کارگردانی داشت، ولی با شرکت تو کلاس‌ها آروم آروم به بازیگری هم علاقمند شد و به دنبال همین علاقه به تهران نقل مکان کرد تا بتونه تو کلاس‌های بازیگری کارنامه به مدیریت استاد پرویز پرستویی شرکت کنه. حضورش تو این کلاس‌ها باعث شکوفایی استعدادهای سیدی تو عرصه بازیگری و هموار شدن مسیر زندگیش با این عرصه شد. باید تشکر کنیم از اندرو ابراهیمی از سالاسی، سایه یابنده از فلوریدا. راستی الان اونجا نصف شب، سایه درست میگم؟ مارش موهبی از اولین تجربه بازیگری جدی هومن سیدی به سال 83 و بازی تو فیلم یک تکنان به کارگردانی کمال تبریزی برمیگرده. اماسبی میگه هر کی نتونه امضا کنه و اسمشو بنویسه بهش کارت پایان خدمت. حضور سیدی تو این فیلم توجه فیلمسازان بسیاری رو جلب کرد و موجب دیده شدنش توسط بزرگان سینما و تلویزیون شد. هومن سیدی بعد از بازی تو فیلم یک تکنان از طرف اصغر فرهادی پیشنهاد کاری دریافت کرد و سال 84 تو فیلم چهارشنبه سوری نقش کوتاهی رو در مقابل ترانه علی دوستی ایفا کرد. همکنو پشتبومتون گرفتی؟ بعد از فیلم چهارشنبه سوری همون سال تو فیلم پا برهنه در بهشت به کارگردانی بهرام توکلی ایفای نقش کرد و با امین تارخ هم بازی شد. صبح بخیر. پیشم خوب خوابیدیم؟ بله ماما. وقت داشتین یه سری به اتاق من بزنیم؟ سیدی برای بازی توی این فیلم کاندید دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشن خانه سینما شد و با این فیلم به شهرت زیادی رسید. هومن سیدی بعد از بازی تو چند فیلم سینمایی و رسیدن به شهرت سال 86 در سریال تلویزیونی راه بی پایان به کارگردانی همایون اسدیان به ایفای نقش پرداخت. این سریال اولین تجربه هومن سیدی در تلویزیون بود که موجب درخشش بیشترش شد و در واقع نقطه عطف کارنامه هنری سیدی محسوب میشه. ببخشید قصد فضولی ندارم، این کارو خیلی های دیگه میتونستن واسه تون انجام بدن. کامران خان، آدمای دیگه شرکت. سریال راه بی پایان تجربه بسیار خوبی برای سیدی بود و بعد از اون پیشنهادهای کاری زیادی دریافت کرد. تو فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیون مختلفی حضور پیدا کرد و به تدریج به یکی از بازیگران موفق و مطرح تبدیل شد. سلام، ببخشید. میشه چند لحظه؟
سلام. از اینجا با ما تماس گرفتن. ظاهراً آقای توتون چی؟ هومن سیدی بعد از آشنایی با آزاده صمدی در سریال راه بی پایان با هم ازدواج کردند و بعد از اون نیز تو چند کار دیگه با هم همکاری کردند. سلام، کی اومدی؟ بابا اینجا بود. بابا آره اومد یه سری زد. اما این زوج به صورت ناگهانی در سال 92 طلاق گرفتند و این خبر برای هوادارانشون بسیار شوکه کننده بود و سر و صدای زیادی در فضای مجازی به راه انداخت. تمام کارهایی که کردم به خودم ارتباط داره، به هیچ کس مربوط نیست. تا کی؟ تا قبل ازدواج. سیدی یک سال بعد از جدایی از آزاده صمدی با همسر دومش یعنی بیتا اصلانی ازدواج کرد، اما این ازدواج در سکوت کامل انجام شد و توسط اونا رسانه‌ای نشد. همسر دوم هومن سیدی در عرصه هنری فعالیت نداره و سیدی از انتشار عکس‌های زندگی خصوصی خود در فضای مجازی خودداری کرده. سیدی سال 94 صاحب دختری به نام نیل شد و تا یک سال بعد از تولد دخترش هنوز خبر ازدواج مجددش رو اعلام نکرده بود که روزی حامد بهداد با گذاشتن استوری از نیل سیدی این خبر رو منتشر کرد و سر و صدای زیادی در فضای مجازی به راه انداخت. بعد از اون هومن سیدی با انتشار عکسی از همسر و فرزندش اعلام کرد که دوست داره زندگیش خصوصی بمونه و تمایلی به رسانه‌ای کردن اون نداره. اومدم نگاه کنم یهو دستم خورد رفت دیگه تو اینترنت. آب ریخته رو دیگه نمیشه جمعش کرد دیگه. حالا تو ریس کجا میای؟ نه. همونطور که گفتیم هومن سیدی علاوه بر بازیگری به فیلمسازی و کارگردانی هم علاقه زیادی داره و تا حالا چندین فیلم سینمایی موفق رو کارگردانی کرده. سیدی سال 89 اولین فیلم بلند خودش رو به نام آفریقا کارگردانی کرد و برای اون فیلم در 29مین دوره جشنواره فیلم فجر و در بخش آثار ویدیویی جایزه بهترین فیلم رو دریافت کرد. فیلم آفریقا تجربه موفقی برای سیدی بود که علاوه بر کارگردانی نویسندگی و تدوینگری اون رو هم بر عهده داشت. جالبه بدونید که شهاب حسینی در فیلم آفریقا به عنوان بازیگر نقش اوله و در طول کل فیلم تنها 10 دیالوگ میگه. در ادامه سال 90 سیدی در سریال دیگه ای از صدا و سیمای ایران نقش آفرینی کرد. سریال تاسوریا یکی دیگه از سریال های تلویزیونی ماندگار هومن سیدیه که در کنار آزیتا حاجیان به ایفای نقش پرداخته و باز هم توجه های زیادی رو به سمت خود جلب میکنه. خسته نباشی. سلام. مسمومیت دارویی منتها دکتر فکر میکنه خودکشی. گردن نمیگیره که احتمال از پس آبروشو نبرنش. سیدی بعد از فیلم آفریقا و 3 سال وقفه سال 91 فیلم 13 رو ساخت که بازیگران مطرحی مثل امیر جعفری، ریما رامینفر، ویشکا آسایش و نوید محمدزاده تو این فیلم حضور داشتن. سیدی برای ساخت این فیلم تو 32مین جشنواره فیلم فجر جایزه ویژه هیئت داوران رو به دست آورد و مورد تمجید منتقدان قرار گرفت. سال 92 سیدی تو فیلم خط ویژه به کارگردانی مصطفی کیایی ایفای نقش کرد و تو این فیلم با بازیگران مطرحی مثل مصطفی زمانی، هانیه توسلی، محسن کیایی و میلاد کیمرام همکاری کرد. سری توضیح بدیم، من میدونم چی میخوای بگی دیگه. این گور به گور شده نشسته دوباره فیلمنامه واسه من نوشته. فیلمنامه چیه؟ گند بزنه به زندگی تو و خودش. آقا به من چه ربطی داره؟ زندگی خود. من دوباره کارو خلاص. فیلم خط ویژه هم یکی از فیلم‌های سینمایی موفق هومن سیدیه که تو این فیلم نقش یک فرد شکست خورده و غمگین رو ایفا می‌کنه و از عهده این نقش هم به خوبی برآمده. نامزد دارم به درک نامزد داری. بعد وقت میشه همین نامزدت ببینه دو روزه دیگه پول نداری. سیدی سال 93 فیلم اعترافات ذهن خطرناک من رو ساخت و برای این فیلم هم تو 33مین دوره جشنواره فیلم فجر دوباره جایزه ویژه هیئت داوران رو دریافت کرد. ای تو مودری گرمت میشه موه دیگه. یا کلاه دارم میذاره یا موده. من مو ندارم کلاه میذارم. چی فرق میکنه؟ سیدی سال بعد یعنی سال 94 با یه اثر جذاب دیگه به نام خشم و هیاهو به سینما برگشت و برای این فیلم که نوید محمدزاده و طناز طباطبایی تو اون به ایفای نقش پرداختن برنده جایزه ویژه هیئت داوران در 34مین دوره جشنواره فیلم فجر شد و این عنوان تو سینماها با استقبال گسترده‌ای مواجه شد
که تو گیشه حدود 2 میلیارد تومان فروش داشت. سیدی همون سال در فیلم من دیگو مارادونا هستم به کارگردانی بهرام توکلی نقش آفرینی کرد و مثل همیشه حق نقشش رو داد. یعنی حرفش درسته، فقط الان نباید نه. بابا رو زده، با موتور زده به بابا. خدا نه. ها پس چی، این چی میگه، با موتور به کی زده؟ با موتور. و سال 95 سریال عاشقانه. هومن سیدی در سریال عاشقانه با کاراکتری کاملا متفاوت ظاهر شد و شخصیتی طنز و جذاب داشت. اون تو این سریال نقش یک جوان شوخ‌طبع به نام پیمان رو ایفا کرد که قطعاً یکی از جذابیت‌های سریال عاشقانه محسوب میشه و این کاراکتر تو زمان پخش با استقبال خوبی از طرف مخاطبین مواجه شد. چجوری دیگه باید باشم؟ ناراحتی چرا اینجوری هم؟ چرا بدتر از این نیستم؟ عجب آدمی هستی تو، خونریزی کردم نمی‌بینی؟ همون سال در سریال دیگه به اسم گلشیفته هم ایفای نقش کرد که این سریال هم یکی دیگه از آثار جذاب و ماندگار هومن سیدی محسوب میشه و تو این سریال در نقش شخصی به اسم هومن که شبیه به کاراکتر پیمان در سریال عاشقانه است ظاهر شد و باز هم مورد توجه مخاطبان زیادی قرار گرفت. عجب ایده. در خشن سیبم عجب ایده. شما هم چیزی میخوای بگین؟ مثلا من دیگه چیزی بهت نگم. نگین بهتره. بله. جای مناسبی برای ایدتون نبود. خود ایده چطور بود؟ سیدی بعد از تجربه موفق ساخت فیلم خشم و هیاهو در سال 96 با فیلم مغزهای کوچک زنگ زده به سینما برگشت. این فیلم به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های اکران شده سال 97 تبدیل شد و تو جشنواره‌های مختلف جوایز متعددی دریافت کرد و بسیار خوش درخشید. یه ذره تحریکی که این داره می‌کنه رو، یعنی بود اینایی که داری میگی اثر درد درونی نیستش. مغزهای کوچک زنگ زده بهترین فیلم سیدی محسوب میشه که با خلق فضایی متفاوت تونست توجه مخاطبان زیادی رو به خودش جلب کنه. همونطور که گفتیم سیدی تا به امروز تو فیلمها و سریالهای زیادی مثل در مدت معلوم، بوفالو، پل خواب، اینجا کسی نمیمیرد، مادری، آذر، کمدی انسانی، مصادره و فیلم طلا نقش گرفته و با ایفای نقش‌های کاملا متفاوت از هم تونسته مورد توجه زیادی قرار بگیره. سیدی این روزها با ساخت اولین سریال خودش به اسم قورباغه باز هم مورد بحث مخاطبین و رسانه‌ها شد و با توجه به اولین تیزری که از این سریال منتشر شده مطمئناً شاهد کاری متفاوت مثل آثار قبلی سیدی خواهیم بود. البته قبلا ویدیو جداگانه برای معرفی این سریال و بازیگرانش ساختیم که میتونین از لینکی که الان در بالای تصویر نشون داده میشه و یا از لینک موجود در توضیحات این برنامه به این ویدیو هم دسترسی داشته باشین. سریال گیسو یا همون عاشقانه 2 هم در حال ساخته که هومن سیدی مثل فصل اول این سریال با ایفای نقش پیمان حضور خواهد داشت و همانند سریال قورباغه برای توضیحات بیشتر و کاملتر در مورد این سریال میتونین از لینک موجود در توضیحات استفاده کنین. خوشحال میشیم در قسمت کامنت ها نظرتون رو در مورد هومن سیدی و فیلم ها و سریال هایی که ازش دیده این رو برامون بنویسین. یادتون نره که موضوع برنامه بعدی ما رو شما تعیین کنین. پس منتظر نظرات و پیشنهادهاتون در کامنت ها هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی داریم. موفق و شاد باشید.